خدمت بینندگان برنامه کافه آپارات. این بخش رو ادامه میدیم، در کنار یکی از بازیگران خوب سینما و تلویزیون ایران هستیم، بازیگری که امسال چند تا فیلم توی جشنواره دارن و به طور خاص امشب فیلم تنگه ابو غریب از ایشون به نمایش در اومد. جناب آقای مهدی پاکدل، به کافه آپارات خوش آمدید. خیلی ممنونم، متشکرم. منم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم. متشکرم. فیلم هایی که شما امسال تو جشنواره داشتیم به جز سنگه ابو غریب، چهارراه استانبول هم بود که تو اون فیلم هم نقش خاصی داشتین، توی تنگه کار آقای بهرام توکلی هم خب نقش خاصی رو ایفا میکردین. این برداشت من هست، میخوام بدونم آیا اینجوری بوده یا نه. به نظرم میاد یه مقدار توی انتخاباتون، توی تمایز نقش هاتون و در واقع اون چیزی که باعث میشه شما رو توی نقش آفرینی های متفاوت ببینیم، به نظرم یکم یه تغییراتی ایجاد شده. بله. و اینو من حتی از کمیت و کیفیت کاراتون میتونم تشخیص بدم، این درست هستش یا نه، و بفرمایید بر چه اساسی به این سمت رفتید. نظر لطف شماست، ولی من فکر میکنم این تغییرات از وقتی به وجود اومد که من تصمیم گرفتم دیگه توی تلویزیون کار نکنم. بله. از که 3 سال بعد از سریال کیمیا تصمیم گرفتم با وجود کارهای شاخصی کار که داشتین شما تو بله. تلویزیون. من اصلا منکر این نمیشم، من بچه تلویزیونم. بله. اونجا به دنیا اومدم، اونجا شکل گرفتم و اونجا باعث، حالا اگر محبوبیتی وجود داره اونجا باعثش بوده. ولی توی این مدت با سیاست‌های اشتباهی که دارن همه آدما رو از خودشون روندن، منم ترجیحم این بوده که فعلا به نوع دلایلی با تلویزیون کار نکنم، و خب این امکانه با آدم میده که با چشم بازتری من انتخاب کنه، فرصت بیشتری داری. درست. من بیشتر وقتم رو صرف تئاتر کردم تو این چند سال، ترجیح دادم توی جایی باشم که به درد بخورم، بتونم حالا غیر از این که به درد بخورم خودم هم کیف کنم، خودم هم لذت ببرم از فضایی که دارم توش کار میکنم، و توی سینما اگر اونم به هر قیمتی نه، اگر نقشایی باشه که دوستشون دارم و دغدغه من و دلم میخواد. درسته. که حتما اون نقشه رو بازی کنم، پیشنهاد بشه کار کنم. بله. و خوشبختانه امسال این پیشنهادها بوده. بله، و بله. شما هم حالا حداقل دو تاشو قبول کردین. بله، بله. مطمئنن حضور در تئاتر میتونه اون پشتوانه غنی رو که بازیگر لازم داره بهش بده، و من فکر میکنم اون انتخابهایی که برآمده از شناخت هستش و بازیگر رو بهش کمک میکنه انتخابهای بهتری داشته. بله. باشه، به خاطر اون تجربه‌ای که خب روی صحنه وجود. بله. داره، و مطمئنن به نظر من خب اون اعتماد به نفس حضور توی انتخابهای عجیب غریب رو هم به بازیگر میده. بله. خب. یه چیز جالب براتون بگم. بله. هم جناب آقای مصطفی کیایی، هم جناب آقای توکلی، بهرام توکلی، هر دوتا این کارگردان در ابتدا کنسرت نمایش 30 رو دیدن که من اونجا نقش رستم رو بازی کردم. بله. و از همونجا شاید جرقه زده بوده تو ذهنشون. درسته. که شاید مهدی بتونه نقشه فرمانده و یک آدم قدرتمند رو توی فیلمای ما. بله. بازی کنه. یعنی جفتشون به من اینو گفتن. درسته. گفتن که ما سیو که دیدیم تو چه رستم. بله. قدرتمندی هستی رو صحنه، برخلاف حالا فیزیکت که مثلا زیاد رستم گونه نیست. بله. نیست و اینا، ولی تونستی اون اقتدار رو نشون بدی، فکر کردیم که حتما میتونی در مورد این نقشه‌ای هم که ما داریم این کار رو انجام بدی. درسته. و من خیلی خوشحالم که همطور که خیلی ممنونم سرکار خانم شما فرمودید. این گشایش در واقع از همون آره، مسیر ایجاد شده. بله، از همون صحنه تئاتر. بله. این اتفاق افتاده و من خیلی خوشحالم از این بابت. بله. خب توی چهارراه استانبول نقش یکی از اون آتش نشان‌ها رو ایفا می‌کردین که خب نقش خاصی بود. چرا؟ از این جهت که خب در واقع اون اتفاق و حادثه تلخ پلاسکو باعث شدش که به نظر من این گروه، این قشر، زحماتشون. بله، و در واقع بله همه اینا خیلی بیشتر به چشم میاد. حالا شما از بین اون جمع به واسطه نوع نگاه مصطفی کیایی به نظرم برجسته شدین، دراماتیزه شدین. حالا ما شما رو به عنوان نماینده اون قشر ببینیم، و خب طبعا مسئولیت سنگینی که رو دوش شما بودش. حالا تو فیلم هم این قضیه دراماتیزه شده بود و به نظر نقش منحصر به فردی بود و یک بار خاصی رو دوش بازیگر میذاره. بله. به نظرم از این جهت مهم بودش. من تو کنفرانس مطبوعاتی هم گفتم، یه سالی یکی از دوستان پرسید که چجوری این نقش رو بهش رسیدی از این حرفات. من
خیلی برام این نقش سخت بود و واقعا کابوسم شده بود. حتی وقتی فیلم نامه رو خوندم، چون به این دلیل که خیلی مسئولیت روش بود، همونطور که آقای کیایی گفتن این داغ تازه است، توی کنفرانس مطبوعاتی گفتن یک سال اتفاق افتاده و هنوز مردم، حالا صحبتی که آقای کیایی کردن، این که هنوز 10 گیگ خاطره بصری دارن از اون اتفاق. انقدر تو اینستاگرام و جای مختلف دیدن، انقدر تلویزیون یک هفته دوربین لایو روی اون اتفاق بود و همه دیدن. و کما اینکه سر صحنه هم آتش نشانای واقعی که حی و حاضر اونجا بودن و دوستاشون جلو چششون از بین رفتن، اونا بودن، حرفای اونا رو میشنیدم و واقعا 4 ستون بدنم میلرزید که اگر من نتونم این نقش رو به نحو احسن انجام بدم و درست درش بیارم، بعدن میدونی یه هر نقش ساده نبود که بعدن بگن خب حالا اینو خوب بازی نکرد، مهم نیست، فیلم بعدی ایشالا. این دیگه همین یه باره. دقیقا. امیدوارم بازم اتفاق بیفته، ولی فکر میکنم همین یه باره که وقتی در مورد پلاسکو فیلم ساخته بشه و در مورد این تراژدی فیلم ساخته بشه. و من واقعا تمام تلاشمو کردم که همه حس اون آتش نشانه واقعی که اونجا بودن، همه اون دغدغه هایی که اونا داشتن برای اینکه حرفشون رو بزنن، من تمام تلاشمو کردم که زبان اونها باشن و بتونم نشون بدم. این همین ویژگی بود که منم اشاره کردم، این کاراکتر رو منحصر به فرد کردش. خب شاید تو فیلم در واقع محوریت با اون دو تا کاراکتر، آقای بهرام رادان و آقای کیایی بود، ولی شما در واقع به نظرم به همین خاطر این ویژگی ها تو اون فیلم برجسته شدین. یه ویژگی جالب و به نظر من تضادی که با نقشتون توی فیلم تنگ ابوغریب، یعنی شما فرمانده گردان عمار بودید، در همین جنبه است. اون کاراکتر که شما انتخاب شدین به روز امروزی از اون جهت نگرانی ایجاد میکرد. حالا نقشتون تو فیلم آقای بهرام توکلی از یک جنبه دیگه، یعنی در واقع اینها افرادی هستن که با اینکه سالها از دفاع مقدس گذشته، ولی خب چه بسا به اونها اون نگاهی که باید نشده نادیده گرفته شدن و اونم به نظر من یک چالش دیگه بوده. میخوام بدونم با این چالش، با این چطور مواجه شدین؟ سختی کارم دو چندان شده بود به دلیل اینکه این دوتا فیلم همزمان فیلم برداریش اتفاق افتاد و دقیقا همونطور که شما فرمودید این دوتا نقش ممکنه شباهتهایی با هم داشته باشن. دوتا فرمانده هم، منطقه با یه فاصله زمانی 30 ساله، اون یه فرمانده جنگ، این یک فرمانده آتش نشانه. جفتشون برای مردم ما قهرمان هم، جونشون رو دارن میذارن برای این که برای مردم خطری اتفاق نیفته. منتها من تمام تلاشم میکردم که این دوتا فرمانده شبیه هم نشن، حداقل از لحاظ گفتار. حالا قیافم و کارش نمیتونستم بکنم، حالا با گیرومتون هم فرق داشته، تلاش شده بود، ولی چون همزمان بود نمیشد ریشو خیلی بله تغییر عجیب غریبی داد. بله تغییر عجیب غریبی نمیشد داد، ولی من تمام تلاشم کردم که حالا با کمک هم آقای کیایی هم آقای توکلی یک اتفاق متفاوتی تو دوتا فیلم بیفته. اون یک جور دیگه، اون یک اقتداری از یه شکل دیگه ای داره فرمانده گردان عمار آقای یزدی، و این ور فریبرز توی فیلم چهار استانبول یک کرکتر، یک چی میگن در واقع یک جذابیت های دیگه ای داره، یک کاریزمای دیگری داره. درست. و من سعی کردم این دوتا رو بچه تمایزاشو پیدا کنم و بله هر دو در واقع بازمانده گروهی هستن که اون بار مسئولیت از دست رفتن در واقع اون گروهی که باشون کار میکنن روی دوش کاراکتر شما تو هر دو فیلم سنگینه میکنه. میخوام بدونم آیا شما همونقدر که ما به عنوان کسی که این خبر رو خوندیم، آقای بهرام توکلی با اون سابقه و فیلمایی که خب هممون خیلی دوست داریم اومدن وارد ژانر دفاع مقدس شدن، متعجب شدیم و من خودم شخصا نگرانیم داشتم. میخوام بدونم حس شما موقعی که این فیلم نامه و نقش به شما پیشنهاد شد چی بود؟ من تعجب کردم ولی نگران نشدم برخلاف شما، چون که مطمئن بودم، چون من خیلی خوشحالم که امسال با دو تا کارگردانی کار کردم که همیشه آرزو داشتم باشون کار کنم، هم آقای توکلی هم آقای کیایی. سینماشون رو جفتشون رو خیلی دوست دارم، خیلی سینمای زنده و رو به جلوی دارن، خیلی پیشرو سینماشون، و منی که عاشق سینمام لذت میبرم که حتما توی
کار کارگردانه این شکلی کار کنم. بله. بنابراین وقتی شنیدم که آقای توکلی قراره یک فیلمی در ژانر دفاع مقدس کار کنن، اتفاقا خوشحال شدم. گفتم چه خوب که یک نگاه تازه، یک نگاه بدیعی، یه نوری به تابونه به این فضای کلیشه شده و خسته کننده، احیا بشه سینمای دفاع مقدس، احیا کنن این فضا رو با یه نگاه بدیع و تازه. و خوشبختانه همینطور که دیدین امروز تأثیرش رو گذاشت، اون نگاه تازه تونست یک واقعا یه خون تازه‌ای تو رگای سینمای دفاع مقدس. واقعا مخاطبان رو تحت تاثیر قرار. من قبل از دیدن فیلمم انقدر یادداشتای ستایش‌آمیز درباره فیلم خونده بودم، برام جالب بود. و خب با خود فیلمم که مواجه شدیم باز به یک نوع دیگه آقای توکلی و کل گروه فیلم در واقع ما رو تحت تاثیر قرار دادن و قافلگیر کردن. امیدوار هستم در واقع این فیلم همونجور که تا الان مورد توجه بوده، به نظر مهمتر از هر چیزی بین مخاطبان و پیگیران جشنواره و سینما، امیدوارم تا پایان جشنواره این اتفاق به بهترین شکلش بیفته. امیدوارم مسیر شما با نتیجه خوب و بازخورد خوبی که از این انتخاب‌های متفاوتتون داشتین به نظرم همینجور ادامه پیدا بکنه و شما هم در واقع با کمک شما دوستان، چون که من همیشه معتقدم که بچه‌های رسانه، اصحاب رسانه، منتقدین، اینا ما همه یه خانواده ایم. بله. ما همه سازنده یه سری فیلمیم. بله. که اگر حمایت شما نباشه برای معرفی به مردم و کار ما نباشه، این فیلم الکن میشه، در نمیاد. درست. و مخاطب نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه. منم به عنوان یک بازیگر همیشه دوست دارم بشنوم. بله. در مورد کاری که میکنم. به هر حال وقتی یه کسی به جایی میرسه تو بازیگری، یعنی سرمایه صرف شده، یعنی هزینه. بله. شده که حالا به یه جایگاهی رسیده. درست. و نباید اینا هدر بشه. میدونین چون که مثلا تو حالا سینمای هالیوود یک سیستمی وجود داره که مثلا به طور مثال عرض میکنم، قیاس نمیکنم، به طور مثال یک بازیگری مثل لئوناردو دیکاپریو که یک پسر جوونیه تو فیلمی مثل تایتانیک بازی میکنه، تبدیلش میکنن به کسی که میره تو سازمان ملل در مورد گرمی کره زمین حرف میزنه. دقیقاً، یعنی تاثیرگذار این سیستم این کارو کرده. یعنی فقط خود آقای دیکاپریو که نبوده، اینقدر همه پشتشو گرفتن، بردنش تا رسوندنش به همچین جایگاهی، شده سرمایه مملکتشون. متاسفانه ما چون این سیستما رو نداریم تو مملکتمون. ما واقعا نیازمند شنیدن این حرفاییم. بله. خیلی وقتا ممکنه یک حرفایی باعث رکود و شکست بشه تو آدم. آدم با خودش بگه که کسی که منو نمی‌بینه، پس بله. بذار برم هر کاری دلم میخواد بکنم. بله، این بازخورده ممکنه بهش شکست. وقتی بدونی که 4 نفر هستن که تو رو میبینن، حواسشون به تو هست، این دلگرمی میده. بله، این زیر ذره بین بودن. بله. اتفاقا شما درست اشاره کردین، یعنی جنبه مثبتش رو. بله. شما دل میگین که باعث میشه که فرد در واقع در مقابل انتخابی که میکنه خودش رو مسئول و مجبور به پاسخگویی بدونه. اون وقت سهل انگاری. بله. چه بسا کمتر پیش بیاد. بله. دقیقاً همین اتفاقی که تو این دو تا نقش افتاد، در نقش فریبرز و یزدی در این دو فیلم، من احساس مسئولیت میکردم، نمیتونستم راحت ازش بگذرم. بنابراین همه توانم رو گذاشتم. حالا نمیدونم مورد قبول واقع شده باشه یا نه. خواهش میکنم. امیدوارم که به همین شکلم با همین دقت نظری مسیر ادامه پیدا کنه. ممنون هستم از حضورتون. خواهش میکنم. این هدیه ناقابل از طرف کافه آپارات هستش، تقدیم به شما. ممنونم. مرسی. متشکر از حضورتون. به امید موفقیت فیلمایی که امسال داشتین تشکر میکنم. فقط یه تشکرم بعد از دیجی کالا، حامی فرهنگ و هنر و همراه آپارات در 36th جشنواره فیلم فجر داشته باشم. خدا نگهدارتون. ممنون از شما. مرسی.